سلام و عرض ادب خدمت شما عزیزان و علاقمندان برنامه آشپزی. خدا کنه که جور و صحتمند باشید. دوستای عزیز، امروز می خواهیم که پالک آماده بسازیم. ای که به کدام شکل آماده می سازیم و از کدام مواد استفاده می داشته باشیم، شما هم بیننده برنامه ما باشین. نو که چیر تاس و غیر چه نن پالک آماده که نو لازمه مواد یادش بخلی. لازمه مواد ده کیوب، مالگه، تور مرچ، سره مرچ، وچه دانیا، کورکمان، گندنه، پالک، سبزیجات، هوامدار است، غوړی. نو لومړی داسې یو کار کوو چې گندنه باید پاک او ومینځو. دوستای عزیز، گندنه را باید قبلا پاک بشویم، بعد از اون میده کردیم. زمانی که میده کردیم بازم پاک بشویم، یک اندازه آب بالاش مندازیم و در یک تشتک یک اندازه نمک هم بالاش اضافه میکنیم. ایره به مدت یک نیم ساعت میمانیم تا همون میکروب یا کدام باکتریا اگه داشته باشه اونا رو از بین ببره. به اون شکل پالک هم به اون شکل هم تو پاک و صفا و منظم میشویم. بعد از اینکه گندنه ششته شد و پالک ششته شد، گاز چالان میکنیم. حال یک مقدار روغن اضافه میکنیم. روغن یک اندازه کمتر اضافه کردیم به خاطر از اینکه بعد از اینکه پالک و گندنه یک اندازه سرخ میکنیم و دم میتیم که یک اندازه خود نرم میسازه. دیگه سبزیجات، پیاز، دلمه و بلخصوص نوش پیاز که وقتی که پالک آماده میسازیم، نوش پیاز بسیار زیاد مزه‌دار میسازش، اینا رو علایده با سرخ میکنیم. در او هم روغن ضرورت است، به او لحاظ در او دیگ روغن کمتر اضافه کردیم. دوستای عزیز، حال گندنه رو در قدم اول اضافه میکنیم. تا زمانی که گندنه یک کم سرخ میشه و پالک باید میده کنیم. Thank you.
پالک هم دوستای عزیز به این شکل خوب میده میکنیم. حال ببینیم که گندنه هم در حالت سرخ شدن است. دیگه نمیگذاریم که زیادتر سرخ شود. دوستای عزیز پالک اضافه میکنیم. سرپوش دیگه میمونیم کایستا ایستا خدا نرم بسازه. یک اندازه یک کوشش در صفایی داشته باشیم در آشپزخانه زمانی که یک غذا را آماده می سازیم. اگر توجه در صفایی داشته باشیم به اون اندازه غذای ما انشالله که پاک و منظم میه و مزه‌دار هم انشالله آماده میشه. دوستای عزیز به یک ظرف یا یک دیگ یا یک کرایی دیگه ضرورت داریم. یک اندازه پیاز در قدم اول یک گاز روشن میکنیم. روغن اضافه میکنیم. پیاز آماده است دوستای عزیز. دو سه دندانه یک سیرم ضرورت داریم. روغن اول گرم شده دوستای عزیز در قدم اول پیاز اضافه میکنیم.
و ای هم دوستای عزیز دلمه. دوستای عزیز بسیار مهم در سبزی که هست دلمه است. از دلمه باید استفاده داشته باشیم، هم سبزی را مزه‌دارتر می‌سازه و هم با کیفیت آماده میشه. ویتامین‌های مختلف هم در دلمه وجود داره، میتونیم شما از او استفاده داشته باشیم. یعنی در هزار نگاه که دلمه را که استفاده داشته باشیم هم را با سبزی آماده بسازیم خوبتر از برای ما، هم از لحاظ از اینکه مزه‌دار می‌سازیش، هم از لحاظ از اینکه مفید تمام میشن. بیرته را ګرځو مخسر پات شي. دوستای عزیز پیاز در حالت سرخ شدن است. حال دلمه را اضافه میکنیم. بعد از دلمه نوش پیاز، نوش پیاز همی برگای سبزش هم امروش پیدا میکنیم. و در کنار از این که نوش پیاز اضافه کردیم، سیره همچنان اضافه میکنیم. سبزی در کدام حالت قرار داره. دوستای عزیز پالک های سایستا نرم میشه بخیر و دیگه سبزیجاتی رو که اضافه کردیم در کرایی اینا هم های سایستا سرخ میشن. Thank you.
دوستای عزیز، پیاز هم در حالت سرخ شدن است و دلمه و نوش پیاز و سیر همچنان در حالت سرخ شدن است. یک مقدار بسیار کم زردچوبه. زمانی که در هر غذایی که ما شما پیاز استفاده میکنیم، مثلا دو پیاز آماده میسازیم یا هر غذایی که پیاز استفاده میکنیم، یک کم زردچوبه اضافه کنیم، هم مزهش خوبتر میشه و یک تعامل بسیار خوب داره. پیاز با زردچوبه تعامل بسیار خوب داره، هم از لحاظ رنگ و هم از لحاظ مزه و کیفیت. پس به اون لحاظ بسیار کم زردچوبه اضافه میکنیم و تخم گشنیز هم بسیار کم اقدر زیاد استفاده نمیکنیم. مرچ سرخ هم بسیار کم، به خاطر که میتونیم از مرچ تازه هم استفاده داشته باشیم. مرچ سیاه به خاطر از این زیاد استفاده نمیکنیم که رنگ غذا را سیانه سازه، او را هم کم استفاده میکنیم. نمک هم به قدر ضرورت، یک من چیکن کیوب یا هر کدامش بود، یا بوجی تیبل بود یا چیکن کیوب بود، از کیوب استفاده میکنیم. او را یک چند دقیقه بعد از اینکه مسالجات اضافه کردیم، یک مقدار سبزیجات ما در حالت سرخ شدن بود، بعد از او باز سبزی رو اضافه کردیم، باز چیکن کیوب استفاده میکنیم. یک ذره دو سایز پیش چمچم میسازیم سبزی را، به خاطر از اینکه خوب بشاره و این دانه های بیخ پالک کس یا خوب سایی باید بشاره، دیگه به این شکل از این نباشه که زنده باشه. و زیاد سرخ شام نمیکنیم، زیادتر کسا دوز دارن که میگن زیاد پالک سرخ شام مزه‌دار میشه. نه، پالک که هرچی زیاد سرخ کنی ویتامین خود از دست میده. به اول لحاظ کوشش کنید که هم ویتامین خود از دست نده، هم یک رنگ بسیار خوب داشته باشه پالک، زیاد سرخش نکنیم. حال دوستای عزیز، پالک یک اندازه سرخ شده، بالای دیگه سبزیجات اضافهش میکنیم. حال دوستای عزیز، یک دانه چیکن کیوب ضرورت داریم. چیکن کیوب هم اضافه میکنیم. خب دیگه ذره گرم است. یک ذره آب پالک اضافه مانده، او رو اضافه میکنیم. دوستای عزیز، شما طوری که میبینید پالک ما بسیار زیاد سرخ نکردیم، اما قدر که یعنی یک مقدار آبش هم مانده بود، اما قدر که سرخ نرم شد. پالک عالم را با سبزیجات بسیار کم سرخش میکنیم. و پیاز شما دوستای عزیز میبینید که ما زیاد سرخ نکردیم، شما هم کوشش کنید که به این شکل هر سبزی که ما شما زیاد سرخ کنیم ویتامین خود از دست میده. اگر پیاز است، اگر بانجان رومی است، اگر پالک است، ویتامین خود از دست میده. کوشش کنید که زیاد سرخ نکنید که هم به معده تان بزرگ تمام نشه و هم ویتامین های خود از دست نده. دوستای عزیز، پالک و گندنه و تمام سبزیجات به این اندازه که سرخ کردیم، یک مقدار آتش نرمال میمونیم هر زمانی که غذا را آماده ساختیم. انشالله که آماده است، یک کم دم بخوره هنوز هم مزدار و خوبتر انشالله آماده میشه. حالا بخیر، پالک آماده است، در یک ظرف میکشیم و نوش جان میکنیم.
گاز هم خاموش میکنیم. دوستان طور که شما میبینین که نیز پیاز آنقدر زیاد سرخ کردیم و نیز پالک زیاد سرخ کردیم، اگر شما هم میخواین کم مزه‌دار آماده شود و هم مفید آماده شود زیاد کوشش نکنی که سرخش کنی. غذایی که امروز آماده ساختیم براتون دوستان، خدا کنه که مورد علاقتون قرار گرفته باشه. این بود برنامه امروز، تا برنامه بعد خداحافظ و نگهدار. لیدلمو مننه.